این یه آزمایش کاملا غیر علمیه. سلام به موبکس دوست داشتنی، من مهدی شجری هم، خوش اومدید به یه ویدیو متفاوت که قراره توش یه آزمایش بکنیم که یه دونه کیس ترکیده زرد ژله‌ای رو تبدیلش بکنیم به یه کیس بلوری ژله‌ای. پس قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، خوشحالم میکنید اگر همین الان ویدیو رو لایک کنید، تو کامنت ها هم بنویسید که آیا به نظرتون شدنیه یا نه، این سفید و تمیز میشه آخر این آزمایش یا نه. بریم سراغ ویدیو. اول از که من یه ویدیو دیدم که توش یه دونه کیس رو میندازه، بعد یه ذره جوش شیرین میریزه، بعد یه ذره مایه تمیز کننده و یه ذره سرکه، بعدم آب میذاره 30 دقیقه میمونه. بریم ببینیم آیا شدنیه یا نه. کاسمونو میاریم، کیسمون رو داخلش قرار میدیم، جوش شیرین رو با چاقو دست زرده میبریم. چاقو دست زرده خوراکش بریدن این چیزا، باکس گوشی رو نمیتونه بره. یه مقدار جوش شیرین سمیه، چیز دستم بخوره نمیسوزه؟ آجی باش نون درست میکنن، البته تو نون نباید بریزن، درست میگم؟ خب جوش شیرینمون نمیدونم چقدر باید بریزیم. جوش شیرین رو میریزیم، قشنگ خیلی خوب و دقیق پهن میکنیم. گفتی بعدش باید مایه داستانیشنمون رو بریزیم، بعدش میریم سراغ سرکه. خب سرکه رو هم همون چیزی بود که تو ویدیو دیدیم، کف کرده ایول. سرکه رو میریزیم، نمیدونم چقدر باید نسبتاشون رو بریزم. خب اینم از سرکه، بقیهش هم دیگه میریم واسه آب. سرکه رو ریختیم و بریم واسه این که آب رو بریزیم. آب رو بریز همون جا که میسوزه. به نام خدا. خوبه، نیم ساعت بعد بمونه. حالا این آب رو الان ما ریختیم، طبق گفتی سمی نیست؟ نه میخوام دست بزنم. نه چاقو دست زرده حرمت داره؟ نه بابا گفتش چقدر غلیظه، خیلی سنگینه اون محلولی که درست شده، رفت ته کار. نیم ساعت بعد بذاریم بمونه که ببینیم چی میشه. حالا تو این نیم ساعت من هی بهش سیخ میزنم، یه ذره تکونش میدم که ببینم چه اتفاقی میفته. فرایند انحلال رو تایم لپس تور ببینید تا بعدش بیایم ببینیم چی میشه. از الان ساعت چنده؟ ساعت 7:26 عصر شنبه 15 خرداد. این دوربینم ببینه، میبینه صفحه 7:27. 7:27 ساعت 7:03 میایم تست میکنیم ببینیم چی شده. منم هی انگولک میکنم ببینم چیزی میشه یا نه. بذار ببینم از این زیر سری حباب داره همینجوری هی میاد بالا. واه چه باله. نیم ساعت دیگه میبینم اتون. یه سری چیزا هی از اون زیر داره اینجوری میشه. هیچ موقع سرکه و جوش شیرین رو با هم دیگه قاطی نکنید، چون یه بوه سم میمیده. آقا الان تقریبا 7:51 است، یعنی هنوز یه هلوش 8-9 دقیقه دیگه مونده. منتها تازه از الان بعد 20 دقیقه این آبه داره زرد میشه، یعنی انگار که من قبلش اینو ماساژ نمیدادم این کیسه رو. این آبه تازه داره رنگ این کیسه رو به خودش میگیره. من تصمیم گرفتم که 10 دقیقه بیشتر بذارم بمونه، تا 8-10 دقیقه بذاریم بمونه، شاید مثلا عمل کردش بهتر بشه، آزمایشمون نتیجه بهتری داشته باشه. آقا من تو چند تا مرحله جوش شیرین و سرکه اضافه کردم، یک بار دیگه هم میخوام اضافه کنم. ما که داریم بذار بریزیم دیگه، من جوش شیرین به کارم نمیاد، کیک پزی که نمی کنم اینجا. یه ذره دیگه جوش شیرین بذاریم، کیسه رو بیارم بالا قشنگ. جوش شیرین رو میریزیم، بعد از جوش شیرین مایه شوینده رو میریزیم. اوه این جوش شیرینه قشنگ میزنه تو
حالا وقت سرکس. کفو کفو بگی کفو. نزن نزن بیرون جون بچت، نزن بیرون، نزن بیرون، نزن بیرون. آبجو مگه؟ آبجو انگشت رو کنید روش. آبجو اسلامی منظورمونه. آقا به نظرتون میشه الان که تقریبا نصف ویدیو گذشته، به نظرتون میشه یا نمیشه؟ نباید یه دست مال که نه، یه دستگیرم که نه، یه دستکی داشتم که اینو همش میزدم با انگوش، احساس میکنم انگوشتم خوب، انگشت من حل میشه، ولی این کیسه رنگش عوض نمیشه. نکنه بعد میزانش رو اضافه نمیکردیم، آزمونش داره به جای خوبی نمیره. یه نکته این وسط بگم، اگر کامنت های این ویدیو به 10,000 تا برسه، یه دونه آزمایش جذابتر تو مشتم هست، اونم رو میکنم اگر کامنت هاش تو یوتیوب به 10,000 تا برسه. بریم واسه ادامش. خیلی خوب آقا دیگه بسه، من 2 ساعت داشتم اینو ورز میدادم، حالا من الان این قابه رو میخوام درش بیارم بندازم تو آب خالص، آب چی میگن؟ آب خالی، ببینیم که چجوری میشه. ساعت هم قبلش بهتون نشون بدم، ساعت 8:04 است، ما 7:27 شروع کردیم، الان 8:04 است، تقریبا 3 دقیقه و 4 دقیقه 37 دقیقه طول کشید که اینو من تقریبا یه نیم ساعت 25 دقیقه توش همینجوری هی بازی الکی میکردم، 10 دقیقه آخر هم داشتم ورزش میدادم. اینم از قاب ژله ما که میره این تو اولی پارت، و اینجا یه ذره شستشو بهش بدم، این چیز میزاش بره چرک مرکا، بعد بیاریمش بیرون. هیچ تغییری نکرد. اینا چیه روش؟ اوه اوه اوه، این سفیده معلومه؟ سفید سفید لکه شده؟ یه سری سفید مفید هستش که چرا اینجوری شو؟ چرا نکنید آقا این کارو. جواب نداد. ما 35-37 دقیقه هم گذاشتیم، منتها شاید مثلا ما نه دیگه، جوش شیرین و سرکه و مایه ظرفشویی و چیزی که تحویل شما میده همین کثافتیه که میبینید. آقا خدایی قاب ژله 20,000 تومن 30,000 تومن، وقتی قاب ژلهتون به این حالت رسید دیگه برید یه قاب جدید بگیرید. چرا فقط این لکه ها چیه؟ احساس میکنم اگه بیشتر میموند، دو تا نکته، اگر فرض میکنم، یعنی احساس میکنم که اگر بیشتر میموند اتفاقای بهتری میتونست بیفته. نکته دوم این که این قابی هم که اینجا بود، خدایی قاب خیلی دیگه چرکی بود، یعنی عجیب غریب چرک بود. این که های سفید سفید معلومه؟ معلومه؟ اینا نبود. احساس میکنم همینا اگر ای همینجوری گسترش پیدا بکنه میشه همون شفافی که باید باشه، ولی دیگه به وقت این ویدیو نمیرسه. حالا شما اگر که تست کردین همچین آزمایشی رو با تمام این مخلفات، یه ویدیو اک کوچولو از قبل و بعدش بگیرید که بتونیم بذاریم تو استوری اینستاگرام ببینیم واسه شما جواب میده یا نه. این کارو حتما بکنید، ایده باحالیه. همچین داستانی و اگر قاب ژله اینجوری دارید بندازید و سری سرکه و جوش شیرین و مایه ظرفشویی و آب و این داستانا بذارید مثلا بمونه. اگر قابتون انقدر چرک نیست، یه قبل و بعد بذارید تو استوری اینستاگرام منو منشن بکنید، ببینیم شاید برای شما نتیجه بده. ولی برای من که خیلی نتیجه مطلوبی حاصل نشد. این یه آزمایش کاملا غیر علمی بود، امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. هم یه ذره فان بود، هم یه ذره سرگرمی بود، هم یه آزمایش بود که می‌خواستیم ببینیم این ویدیوهایی که ترند میشه تو تیک تاک و اینستاگرام و این چیزا آیا واقعیت داره یا نه، که برای ما ثابت شد که واقعیت نداره. دم همتون گرم، امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. مثل همیشه لایک و کامنت و فالو و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشه. دم همتون گرم، مرسی از همراهیتون. اون حالت اسیدی ایجاد میکنه، یه لایه از اینو میبره، پس هم میگیری بالا یه حالت لکه لکه، میخواد کلشو یه لایه روشو بکنه. اینم تحلیل امیر حسین بود، قد که نکردی صلوات بفرست. حاجی این گندو اگه میشه جمع کنی، من انگشتامو ببین، انگشتای منو ببین، مثل اون تایمی که بچه بودیم از همون میومدیم بیرون. یه حالیه اگه میشه اینا رو جمع کنیم بچه‌ها. ما رفتیم. امیر حسین میای این هاشفه رو باز کنی؟ کات آقا کات.